نقاطی از زمین که در آنها جاذبه‌ای وجود ندارد. یه لحظه زمین بدون جاذبه را تصور کنین. یقیناً این حالت سرگردانی و معلقی که فضانوردان توی فضا تجربه میکنن رو هممون دوست داریم حداقل برای یک بار هم که شده تجربه کنیم. فکرشو بکنین بدون رفتن به فضا و توی همین کره خاکی خودمون بشه به مناطقی رفت که جاذبه وجود نداره. براتون جذاب نیست؟ مکانهای استثنایی روی کره زمین وجود داره که قانون گرانش در مورد اونها صدق نمی کنه. مثلا ماشین خاموش از تپه بالا میره. آبشار به جای اینکه پایین بریزه به سمت بالا حرکت میکنه. همراهان عزیز چنل ساینتیا سلام. اگه هنوز به چنل ما سابسکرایب نکردین ازتون میخواییم لطفاً برای حمایت تیم ما چنل رو سابسکرایب کنید و برای اینکه اولین نفری باشین که ویدیوهای جدیدمون رو هم میبینه زنگوله رو روشن کنید. بریم تا با هم با مناطق بدون جاذبه زمین روی همین کره زمین آشنا بشیم. تپه‌های مغناطیسی. اولین مورد از مناطق بدون جاذبه تپه‌های مغناطیسیه. توی کشور کانادا تپه‌ای وجود داره که در اون اتفاق‌های عجیب و غریب می‌افته. اگه با ماشین به این تپه برین و اونو در ابتدای جاده پارک کنین، می‌بینین که ماشین بدون هیچ دخالت انسانی شروع به حرکت کردن می‌کنه. اون هم به سمت بالای تپه. آبشار معکوس. این آبشار که توی انگلیس واقع شده، آب اون مستقیما به سمت آسمون بالا میره. مسئله ای که اونو بیشتر شبیه به یه فواره کرده تا آبشار. این آبشار معمولا 23.7 متر ارتفاع داره. اما اینکه منشأ این باد شدید کجا سوالیه که هنوز جوابی برای اون پیدا نشده. تخت سنگ طلا. این تخت سنگ که با طلا اونو پوشوندن توی میانمار طوری قرار گرفته که به نظر میرسه هر لحظه ممکنه به پایین سقوط کنه. اما در حقیقت 2500 ساله که این سنگ همونطور سر جاش باقی مونده. این سنگ به زمین وصل نشده و هر کسی میتونسته اونو جابجا کنه، اما حتی طبیعت هم تا به حال اونو حرکت نداده. سد هوور. سد هوور 221.4 متر ارتفاع داره و توی ایالت نوادای آمریکاست. اگه خودتون رو به بالای اون برسونید در اونجا میتونید آزمایش ساده‌ای انجام بدین. کافیه سعی کنید آب یه بطری رو خالی کنید. اون موقع است که میبینید که آب برخلاف معمول به جای اینکه به سمت پایین بریزه به طرف بالا پرواز میکنه. اگه سعی کنید یه جسم نورانی رو به سمت پایین پرت کنید هم همین اتفاق خواهد افتاد و به خاطر جریان قوی هوا جسم نورانی در هوا معلق خواهد ماند. جاده مرموزی در کره جنوبی. قوطی ها و بطری های خالی که توی این جاده ی جزیره جیجو رها میشن معمولا به سمت بالا شروع به حرکت میکنن. گردشگران بارها این کار رو امتحان کردن. مسئولین خوش ذوق و خلاق کره جنوبی این منطقه رو به سرعت به جاذبه ای توریستی تبدیل کردن و حتی تابلوی در اون حوالی نصب کردن که نشون میده پدیده ی پادگرانش از کجای جاده شروع میشه. امیدواریم از تماشای این ویدیو لذت برده باشین. کدوم یکی از این مناطق براتون جالب تر بود؟ من به شخصه خیلی دوست دارم سد هوور رو از نزدیک ببینم. در مورد دریاچه زیبای خالخالی در کانادا چه میدانید؟ لطفا نظراتتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفیش کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.